سلام، توی این ویدیو میخوام براتون این عکس که الان میبینین رو نقد بکنم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ نقد عکس، پیشنهاد میکنم حتما این ویدیویی که لینکش رو این بالا میذارم برین و ببینین که توضیح دادم داخلش چگونه نقد کردن یه عکس رو. احمد رضا هستم و شما دارین یکی دیگه از ویدیوهای کانال من رو میبینین. اگر به دنیای عکاسی علاقه دارین خوشحال میشم حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک بکنی همین الان که از منم حمایت کرده باشین. قبل از اینکه خود نقد عکس رو شروع بکنیم، اول لازمه که اطلاعاتی در مورد خود عکس و عکاس داشته باشیم. پس اول بریم سراغ صفحه ویکی‌پدیای عکاس. ژیل پیرس زاده 29 دسامبر 1946، یک عکاس فرانسوی و یکی از اعضای مگنوم. پیرس سال 1970 کار عکاسی خودش رو شروع کرده. اون قبلا عکاس نبوده و توی دانشگاه مثل اینکه علوم سیاسی و فلسفه خونده بوده. یکی از اولین پروژه‌هایی که اون انجام داده مهاجرت توی اروپا رو مورد بررسی قرار داده و از اون زمان به بعد توی خیلی کشورها مثل ایرلند شمالی و لبنان و فلسطین و حتی ایران عکاسی کرده که عکاسیش توی ایران فکر میکنم مربوط به دوره انقلاب باشه. عنوان این عکس اولین برف خیابون آردوینه توی محله ملیگراهای ایرلند سال 1981. بریم ببینیم سال 1981 چه اتفاقات مهمی توی اون زمستون افتاده. 6 فوریه سال 1981 روزیه که ارتش جمهوری خواه ایرلند به یه کشتی باری زغال سنگ توی بندر لیورپول حمله میکنه. اولین موضوع در مورد این عکس عمق میدانش و تنگ سوژه نبودن عکس. در کل با حس و حال چند تا بچه مدرسه‌ای روبروی منگار که مدرسه‌شون به خاطر سرما تعطیل شده. همه بچه‌های توی کادر سوژه‌های اصلی‌ان و همین تعدد سوژه‌ها باعث میشه که چشم به راحتی توی کل عکس بچرخه و این خیلی چیز مهمیه برای هر عکس که چشم بیننده توی کل عکس بچرخه. و در کل عکس انقدر کامل و استواره که اصلا نیاز به هیچ چیز اضافی نیست و نیاز نیست که حتی یک اپسیلون عکس تغییر بکنه یا اینکه مثلا یک کار دیگه ای میکرد عکاس بهتر میشد عکس و خودش کامله. ممنونم که منو تا انتهای این ویدیو همراهی کردین. امیدوارم که ویدیو براتون کاربردی باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک بکنین. نظر پیشنهادی بود توی کامنت برام بنویسین و همینطور خواهش میکنم ازتون از منم حمایت بکنین و روی دکمه سابسکرایب کلیک بکنین. مرسی، تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.